کار از من، سرمایه از شما. میتونیم ما هم کار کنیم. ما هم کار کنیم. بله. از روش شکوفه درخت میتونم بهتون بگم آخر فصل چقدر بار میده، چقدر کیفیت داره. اصلا اینجوری براتون بگم، من متخصص این کارم. متخصص؟ تخصص من و سرمایه شما. نمه چاک، اگه اجازه بدیم من فقط گفتم بلند شما زنده چاک. من فقط یه کار از شما میخوام. از شراکت ملاکت مالی نه، من فقط یه فرصت از شما میخوام. کار میخوای؟ بله آقا. فقط بگین چی کار باید بکنه. آدایی منم روز اول که شما دیدم به نظرم خیلی آدم حسابی بودی. شما کپی پسرتون هستی. دیگه چی میخواد؟ که من اچشو تو بندازه؟ انداخت دیگه. دیگه چی میخواد؟ اون ننداخته. انداخته ما سنا. این کارات. انداخته ما سنا. انداخته. ولی تو با من اینجوری حرف نمیزدی. حقش بود تو همون خونهش. حقشو میذاشتم کف دستش. کجا داری میری؟ سلام آقا. داداشت هست؟ نه. کجاست؟ نمیدونم. کی برمیگردی؟ نمیدونم. هنوز نیومده. با پسرم چیکار داری؟ کاری کرده؟ قتل خانم. مامور اومدن دم در. اومدن دنبالت. میگن تو کشتیش. تو این کارو کردی؟ نه. نه؟ نه. من اونو نکشتم. به من نگاه کن، تو دو روز پیش توی خونه باهاش گلاویز شدی یا نه؟ گفتم شدی یا نه؟ اون شب ساعت 9 رفتی سراغش یا نه؟ اون نبود. گفتم رفتی یا نه؟ بله. وقتی خواهرش گفت خونه نیست منتظرش موندی، درسته؟ بله. پس حالا به بعدشو میخوام تعریف کن. وقتی حبیب رسید چی شد؟ اون نیومد. نیومد. پس این جنازه کی افتاده رو زمین؟ من مادر محمد رودباری هستم. همونی که بله. تشریف داشته باشین. الان جناب سرگرد میاد. دخترم شما هم باش. شما هم تشریف داشته باشین. صداتون کنم. سلام. علیکم سلام. بفرمایید بشینید.
لابد میدونین که پسرتونه برای چی آوردن اینجا. اون آقای افسری که صبح اومده بود دنبال محمد یه چیزی گفت. البته موضوع یکم بیشتر از یه چیزیه. از جزئیات دوستی پسرتون با مرحوم حبیب گیلمردی چه اطلاعاتی دارین؟ من فقط میدونم که اونا با هم دوست بودن. صحیح. خب از اختلافشون چه اطلاعاتی دارید؟ فکر میکنین چرا پسرتون باید دوست خودشو بکشه؟ شما چرا فکر میکنید که اون این کارو کرده؟ یه مجموعه دلایل که کم هم نیست. دخترم، میشه یه بار دیگه بگی پریروز توی خونتون چه اتفاقی افتاد؟ وقتی ابو محمد اومد تو خونه خیلی عصبانی بود. من داشتم چای درست میکردم که دیدم صدای داد و بیداد میاد. امو محمد داشت داد میزن. پس تو همه چی شوخیه؟ آخه تو نوردی نگیر من. بعدش ابو محمد رفت. من از داداش حبیب پرسیدم چی شده؟ چیزی نشده. گاهی وقتا رفیقان با هم دعوا میکنن دیگه. هم امو محمدتون خیلی جوشیه، هم یه خوردم من تقصیر داشتم. حالا من اینقدر ناراحت نباشم، بخندیم. بعد دیگه داداش حبیب هیچی نگفت. امو محمدم دیگه نایمد. دیشب که ما منتظر داداش حبیب بودیم در زدم. داداشت هست؟ نه. کی برمیگرده؟ نمیدونم، هنوز نیومده. همش دعا میکردم عمو محمد زود بره. میترسیدم داداش حبیب بیاد، اون وقت بازم با هم دعوا کنم. اما عمو محمد نرم سر کوچه وایستاد. میدونستم منتظر داداش حبیبه. خب بعدش دخترم؟ بعدش دعا خوندم که ابو محبت داداش حبیب رو نبینه. بقیه‌رم تعریف کن دخترم. به نظرم خوابم برده بود که یه های صدایی شنیدم. سلام داداشم. کافیه دخترم. صدفه مرندی. بله قربان. بچه ها رو ببر بیرون. پاشو دخترم، پاشو. چند تا از ساکنین محل هم پسرتون رو دیدن که توی کوچه منتظر بوده و با عصبانیت قدم میزده. میدونم باورش سخته، اما دلایلی که داریم کم نیست. میخوام با پسرتون صحبت کنین، میخوام وادارش کنین حقیقت رو بگه، میخوام کمکش کنم. چرا میخواین کمکش کنین؟ برای اینکه من معتقدم جنایتکار بالفطره وجود نداره. برای اینکه میدونم دنیا یه کمی سخت شده، آدم ها کم طاقت شدن، سوء تفاهم ها زیاد شده، خشم و عصبانیت و دلتنگی، همه این چیزها باعث میشه که آدم ها یه کارایی انجام بدن که بعدم پشیمون بشن. من توی صورت فرزند شما آدمی رو دیدم که محتاج کمکه، پس اجازه بدیم بهش کمک کنم. منم مثل شما فرزند دارم. الان تو زندانه؟ نه، توی یه اتاق تحت نظره، راهنماییتون میکنه. راستید
ایشب پسرتون چه ساعت اومد منزل؟ 11 و ربع. مطمئنید؟ بله، وقتی که اومد ساعت رو نگاه کردم دیدم 11 و ربع. باور کنید. باور میکنم. بفرمایید. مادرت گفتم میخوام کمکت کنم، همونطوری که به خودت گفتم خواستم بیاد اینجا، شاید راضی بشی و حقیقتو بگی. من حقیقتو گفتم، اما نه همه را. اون شب چه ساعتی در خونه حبی رفتی؟ 10. کجا؟ خونه. ولی مادرت میگه 11 و ربع رسیدی. نه. چرا؟ اگه یادتون باشه پرسیدم چه ساعتی اومد، شما گفتی 11 و ربع. اگه یادتون باشه گفتم مطمئنید، گفتیم بله چون ساعت رو دیدم. درسته؟ پس دروغ گفتی. نه، اون دروغ نگفت. به نظرم نمیرسه دیگه حرف زدن شما با پسرتون فایده ای داشته باشه اونو سر عقل بیاره، اما یه چند دقیقه تنهاتون میذارم. شاید شما نصیحتش کردین و شاید اون نصیحت شما رو گوش کرد. ببین پسر جان، یه دروغ رو برای همیشه نمیتونی ادامه بدی، دوچار تناقض گویی میشی. برای اینکه یه دروغ رو بپوشونی یه دروغ دیگه میگی، بعدم دروغای دیگه، بعد شب و روز میگی، روز و شب میگی. اون وقت فردا روزی وقتی جلوی 5 تا قاضی وایسادی که کلمه به کلمه حرف تو حلاجی میکنن، اونا دیگه یک مجرم جوانی که ناخواسته یه خطا و جرمی کرده رو نمیبینن، جنایتکاری رو میبینن که جنایت کرده، بعدش هم محکم تا آخر سر یه مش دروغ ایستاده. اینجور آدم ها رو هیچ کس بهشون رحم نمی کنه. از من گفتن بود. به نظرم مرد خوبی، میگه میخواد کمکمون کنه. محمد، پسرم، قربونت برم مادر، همه چی رو بهشون بگو، همه چی رو بگو. گفتم موسنا، همه چی رو بگو. گفتم موسنا، همه چی رو گفتم. دیگه چی میخوای بگم؟ من امیمو نکشتم. تو هم باور نداری؟ نه، باور نمی‌کنی من عبیمو نکشتم. پس کی کشتتش؟ تو اول باور کن من نکشتمش، بعداً دنبال قاتلش می‌گم. تو چه فرقی با اون داری؟ چه فرقی داری ما سنا؟ من تنها آدمیم که تو چنگته تا به گهبی با کشتم. اینطوری راحت ترم هست، نه؟ خیلی بده موسن، خیلی بده.
از بسیسی تماس گرفتن قرار بیام بچه ها رو ببرم، گفتم خودمون میگره میشون. حتی اگه لازم شد یکی دو ساعت حالی بچه ها میمونی که احساس دلتن گیرم. بله قربان. خانم رودباری، به سلامت. صبح به محسن زنگ زدم، قضیه رو بهش گفت. گفتم از زبون خودمون بشنوه بهتره. اوضاع خیلی بده مامان. مامان، منتظر کسی هستین؟ خب یه چیزی بگی مامان، یه حرفی بزنین، داری سکته میکنی یا؟ خیلی سال پیش یه دروغی گفتم به خاطر برادرم. سالهای سال تاوان اون دروغو دادم. یه دروغ دیگه گفتم به خاطر پسرم. بابت این دروغ نمیدونم چه تاوانی باید پس بدم. سلام. سلام خانم رودباری. میخواستم کبلایی رو ببینم. نیستن. کی تشریف میارن؟ امروز نمیان، یه کمی کار دارن. بقیه اینا رو بچین.
سلام خانم جان. سلام سلام خانم. سلام. 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 خبری نشد؟ میام کاش میرفتی پیش کبلایی، اون بالاخره میدونه شما چی کار باید بکنیم. رفتم. خب چی گفت؟ مغازه نیومده بود. من صبح خودم دمه در مغازه دیدمش. نیومده. شما هم بقیه سرویساتو بچین. شش. میگم صبح رفتم از حامد کلایی ماهی بگیرم، گفت ماهی نداره. رو پیشخونش پر ماهی بوده، پسره با کمال پر روی گفت ندارم. منم رفتم از راسته ماهی فروشن چند ماهی گیر آوردم. مطمئنی حالت خوبه؟ آماده است. اینو بخور خانم. شوکت خانم نمیخورم. باید بخوری عزیزم. باید جون داشته باشی سر بابایسی. به جان شوکت باید بخوری. بخور دیگه. خوش آمدید. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ من به نازگل گفته بودم به شما زحمت نده. این چه حرفیه خانم؟ کدوم زحمت؟ رفته بودم کلانتری. انتقالش دادن دادسرا. خب این خوبه یا بد؟ روال معموله. البته تحقیقات کلانتری هنوز ادامه داره، اما بازپرس خواسته بود که ببرنش دادسرا، اونا فرستادن. ولی تحقیقات هنوز ادامه داره. میخواییم با هم بریم دادسرا؟ خیلی شما با امری مهندس بفرما. بایزت. خب داشتی میگفتی پس منتظرش بودی و نیومد و رفتی خونه. بله. یعنی اون شب تو اصلا اون مرحوم رو ندیدی؟ بله. قتل. قتل میدونی یعنی چی؟ بله. ما اینجا داریم راجع به یه قتل صحبت میکنیم. ما راجع به یه جنایت داریم صحبت میکنیم. شواهد و قرائنی موجوده که ما به شما مظلوم باشیم آقای رودباری. پس اینطوری نیست که شما برگردی و بگی من اون شب ندیدمش و رفتم خونه و این خراشا و این بریدگی ها مال تصادف موتوره و یه مش از این حرفا و ما هم بگیم بفرمایید. نه اینطوری نیست. برو یکم فکر کن. وقتی حرف حساب برای گفتن داشتی
بیا با هم دیگه صحبت بکن. بازداشته. چشم. سوم اتاق 303. 303 بفهم. کارش بود خونه دبیر خونه دبیر خونه دبیر فعلا بازداشت خانم. تا کی؟ میتونم ببینمش؟ ممنون ملاقاته. من دیروز تو کلانتری دیدمش. بله تو گزارشی کلانتری بود. ظاهرا فکر کردن که ملاقات شما با پسرتون ممکنه مفید باشه و بتونین راضیش کنید که حقیقت رو بگه، که ظاهرا فایده ای هم نداشته. من باید چی کار کنم؟ هیچی، آرامشتون حفظ کنید تا قضیه یکم روشن‌تر بشه. نیروی انتظامی هم هنوز مشغول تحقیقه. من هم چیزایی نوشتم که دنبالش باشن و روشنش کنن. با پسرتونم صحبت کردم که اگه حرف نگفته ای باشه بهمون بگه. مطمئنن در روزهای آینده همه چی روشن میشه. شما هم فکر میکنید که باید برش وکیل بگیرم؟ بله. پس شما هم احساس کردین که وضعیت خوب نیست. حالا به هر حال خوب یا بد وکیل برای همچین روزاییه. شما اگر بخواین من چند تا وکیل. نه ممنونم. این چه حرفیه؟ نمیخوام شما رو وارد این قضیه کنم. سر و صدای این قضیه، محاکمه، روزنامه ها، ممکنه یعنی حتما به گوش خانوادتون میرسه. میدونم از طرف خانواده تحت فشاریم. میدونم. شما فعلا بهتره که به فکر. اجازه بدین من حرفمو بزنم. میخوام اینو بدونین شما هیچ تعهدی به من و دخترم ندارین. اگر نخواستین با نازگل، اگر هر تصمیمی بگیرین ما اون تصمیمو میفهمیم. شما چیزی دیگه لازم نداری؟ نه خانم، متشکرم. میرزا قاسمی بود آقا جان؟ بله، یادونه میرزا قاسمی. دلاز میده که لازم موزه کنید. سلام خانم جان. سلام. 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 بفرمایید. خیلی ممنون. من اگر اجازه بدین مرخص میشم. چرا نهار پیش ما نمیمونید؟ ممنونم. باید برم به دانشگاه سر بزنم، کار دارم. فعلا با اجازهتون. آقا محسن. بله خانم. ممنونم. خواهش میکنم. من که کاری نکردم. با اجازهتون. چیزی میخوری برات بیارم؟ معلی و امروز هیچ کدوم نیومدن. خب یعنی چی؟ تمام غذاها مونده. عیبی ندارم.
میگم خانم جان، میخواین از فردا برنج خورش کم بار بذارم؟ خبری نشد؟ چیزی نگفتن؟ پس باید چی کار بکنم؟ نمیدونم. میخوام ببینیم اون شب حبیب گیلمردی کجا بوده، با کیا بوده، کی اومده خونه، از دوستاش، فامیلاش، همسایه هاش، اونایی که باش معامله داشتن، اونایی که باش اختلاف داشتن. خبر سوال میکنی؟ اطاعت هم جام سعی برد. در ضمن با پزشکخانه تماس بگیر، اگه معایناتشون تموم شده از بارسپورس اجازه دفن رو بگیر. چشم قربان. مامان نمیشه نری؟ مامان هدر کاش میذاشی محسن با هات بیاد. نازگل، آقا محسن از تو خواستگاری کرده، منم قبول کردم، فقط همین. پس هنوز رابطه فامیلی با ما نداره و شوهر تو هم حساب نمیشه. شیرینی خورده و نامزدی و این چیزا رو من قبول ندارم. پس بی خودی پای اونو اینقدر وسط گرفتاریامون نکش. شد؟ بله. بعدش می رستوران؟ نمیدونم. مامان حبیب جان، آقایون اگر فاتحه خوندن بلند شن، اجازه بدن خانوما فاتحه بخونن. پیر نیا. بله جام سرگرد. اون یارو کیه؟ کدومش قربان؟ همونی که پیرن توسی پوشیده. آقا ولیه، تو اون محله قهوه خونه داره. قربان اون خانوم هم که میشناسید. فریده جان، اگه یه وقت چیزی لازم داشتین به من بگین. چشم. خدا باعث و بانیش رو ذلیل کنه. آمین. خدا از باعث و بانیش نگذره. آمین. خدا تقاصش رو از باعث و بانیش بگیره. آمین. این کیه؟ برزو کباله قرمان، مقاصد داره. اون بغلیش هم میرزاست، مای فروشه. آمار هر دوتاشون رو بگیر. چشم قربان. اونی هم که گفتی که قهوه خونه داره. آقا ولی ببین زمان قد ستاییشون کجا بودن. چشم قربان. از پسش پر نیومدم. نه معلوم بود بر نمیام. من که نگفتم برمیام. تو گفتی بچه هاتو بگیرم زیر بالو پرم. کدوم بالو پر توه؟ من فقط 20 سالم بود. 20 سال. معلوم بود بالاخره یه روز کم میارم.
مامان با کی حرف میزنی؟ با هیچکی، با خودم. فکر میکنه کار محمد بوده؟ نمیدونم، نمیدونم. چی دستگیرت شد صدفان؟ در مورد اون قهوه چیه آقا ولی؟ تحقیق کردم قربان، تمام شب رو خونه خودش میده، یه 5-6 تا مهمونم داشته از ساعت 7 تا 12 شب. بعدش اون پسر برزو رو یادتون هست که جناب سرگرد؟ همونی که روز خاک سپاری خیلی ازاجز میکرد. بله خودش جناب سرگرد. تو بازجویی اولیه بهم گفت که با مرحوم حبیب دعوا شده، اما بعدش تو مجلس تعلیمی یکی از همسایه‌ها دیدتش و از دلش در آورده و حلالیت طلبیده و تا آخر شب هم اونجا بوده. خب دروغ گفته جناب سرگرد، نه اینکه تو مجلس نبوده، تو مجلس بوده، مقتول رو دیده، باش ملاقات هم کرده، اما موضوع عذرخواهی کردن و حلالیت طلبیدن نبوده. اولش چند تا تیکه بهش انداخته، بعدش به خاطر حساب کتابایی که با هم داشتن براش خط نشون کشیده. عجب، خیلی جالبه. همش این نبوده قربان. ساعت 10 خورده‌ای از مجلس تحریم زده بیرون، 1-2 دقیقه بعد از مقتول. بعدش هم همچین رو به راه نبوده، هم کلافه بوده هم دلخور. پس بهتره بره این آقا برزو رو برای ما بیاریش، شاید یه چیزایی یادش رفته به ما بگه. اطاعت قربان.